برخلاف اونچه جریانات نزدیک به نظام آخوندها ادعا می کنند که تجاوز، شکنجه و کشتن زندانیان سیاسی بعد از قیام مردم در سال 88 شروع شده، اما شاهدان عینی یعنی زندانیان سیاسی دهه 60 گواهی می دن که شیوه های نابودی زندانیان امروز برای اولین بار در دهه 60 و به صورت سیستماتیک در زندانها اعمال می شد. هرچند زندانیان سیاسی مرد و زن شرایط دهشتناکی رو در دهه 60 و به خصوص در تابستان سال 67 گذروندند، بر این نکته باید تاکید کرد که شرایط زندانیان سیاسی زن در دهه 60 از شدت و حدت بیشتری برخوردار بوده و اون رو زنان سیاسی زندانی در اون دوران از هر کسی بهتر میدونند. این هفته در دومین قسمت از سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 در خدمت خانم مونا روشن هستیم تا به قول خودش گوشه کوچکی از آن دوران غیرقابل تصور را برای ما شرح دهد. شرایط زندانیان سیاسی زن به خصوص خیلی در ایران سخته و خاطراتی که از این دوران تعریف شده برای کسی که اون شرایط رو ندیده خیلی وحشتناک است. شما که خودتون این شرایط رو با پوست و گوشتتون لمس کردید، فکر میکنید آیا تمام واقعیت گفته شده؟ من فکر میکنم که زندانیان سعی میکنن واقعیت رو بگن، ولی میدونی که تصویر کردن اون شرایط واقعا برای زندانیا خیلی سخته. یعنی دوباره بازگو کردن آدم توی شرایط روانی سختی قرار میده. من خودم معمولا اینطوری هم وقتی دوباره میخوام بازگو بکنم اون دورانو و وارد جزئیات بشم، ناخودآگاه گریم میگیره، اعصابم به هم میریزه. یه چیز فکر میکنم طبیعیه، چون تو برمیگردی به گذشته سختی که گذروندی تو اون دوران، شکنجه ها، اذیت و آزارهای روحی جسمی که دیدی، این یادآوری سخته، ولی همیشه سعی شده که گفته بشه. حالا تو یه موارد خیلی مثلا شاید گفت 10% شاید حتی کمتر پیش اومده که خب قلوبم کردن، مثلا اون واقعیت ممکنه بیش از اندازه گنده کرده باشن. مهم نیست به نظر من، خب پیش میاد، ولی به نظر من کلا جمهوری اسلامی اینقدر جنایت کرده و اینقدر پرونده سیاهی داره که اصلا احتیاج به قلوف کردن نیست. همون چیزایی که بر آدم گذشته، اون فشارهای جسمی، روحی، فیزیکی که به آدم گذشته تو اون دوران واقعیات گفته بشه به نظر من کافیه، چون هنوزم بعد از 30 سال همچنان ادامه داره. همچنان شکنجه تو زندان هست، همچنان زندانی سیاسی داریم، همچنان تجاوز هست و دیگه دستگیری های بیش از اندازه و بقیه چیزایی که الان دیگه باش مواجه هستیم. شما اشاره کردید که بازگو کردن خاطرات دوران زندان آسون نیست و مسلماً من هم میفهمم که آسون نیست، ولی بسیاری اصرار دارن بر این که این خاطرات گفته بشه و بازگو بشه. آیا بازگو کردن این خاطرات کمکی به فردی که در اون شرایط بوده میکنه، یا اینکه کمک حرفه‌ای تری باید به این افراد داده بشه؟ به نظر من باید همچنان گفته بشه، بازگو بشه، هرچند که این میگن که این کلن بازگو کردنش یه شرایط دوگانه ای داره. همین که آدم اذیت و آزار میشه، یه فشار روحی مضاعفی رو میطلبه، چون آدم تا چند ساعت حتی تا یکی دو روز بعد بشه هنوز اذیت و خاطرات به اصطلاح یادآوری اون خاطر. ولی لازمه، برای چی لازمه؟ برای اینکه درسته، هم کمک میکنه، سبک میکنه، همین که باید گفته بشه. این خاطرات و این تجربیات باید زنده نگه داشته بشه، باید مرتب در تیر برنامه های به خصوص مطرح بشه و به اصطلاح این تجربیات تاریخی، این چیز از نسل قدیم به نسل جدید منتقل بشه، چون رژیم همیشه سعی داشته که این تجربیات به اصطلاح این حافظه تاریخی از نسل ما بگیره و نظر اون یک فاصله بین نسل جدید و نسل قدیم ایجاد بکنه. خیلی سعی کرده، ولی ما نباید بذاریم موفق بشه، که خوشبختانه تا حالا موفق نشده. به خاطر همین بازگو کردن خاطرات زندان کمک خیلی زیادی میکنه به منتقل کردن اون تجربیاتی که بر ما نسل قدیم گذشته و این که نشون بدیم که جمهوری اسلامی تو سه دهه که هنوز به اصطلاح داره شکنجه میکنه از کی شروع کرده، از بعد به وجود اومدنش این شکنجه ها، دستگیری ها، از بعد به وجود اومدنش به وجود
بوده. ما یادمون نمیره که درست بعد از مثلا انقلاب 57 زنها اومدن بیرون و با حجاب اجباری مخالفت کردن. اولین شعارشون هم این بود که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. این اولین شعار زنها بود که متاسفانه با ایگنور کردن سازمان های سیاسی به اصطلاح مواجه شد و همه اشتباه تاریخی که کردن که هنوز هم باید روش تاکید کرد اینه که جریانات سیاسی به این مسئله اساسی زنان که حجاب اجباری بود که هنوز که هنوز ما باش مواجهیم، هنوز که هنوز زندانی میرن درش و هنوز که هنوز زن یک دختر به خاطر کشیدن روسریشی کم به عقب باید کتک بخوره تو خیابون، باید بره زندان، زندان بره، باید شکنجه بشه. ولی اون شعار اساسی ما زنان بود تو همون انقلاب 57 که این حجاب نباید اجباری بشه، باید جلوش ایستاد. ولی جریانات سیاسی میگفتن نه، الان مسئله ما این نیست، ما باید با هم متحد بشیم، شعارهای اساسی تری داریم، حجاب مهم نیست، ما باید وضعیت کارگرها مهمه، وضعیت نمیدونم دانشجو درسی، که زنان نیمی از جامعه هستن. هیچ انقلابی بدون حضور زنان موفق نبود هیچ وقت. این خیلی مهمه که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نشد. معلوم یه مقدار بس چیز شد نظر من، ولی در هر صورت باید همیشه خاطرات زندان گفته بشه و زنده نگه داشته بشه و منتقل بشه به نسل جدید، برای اینکه این نسل جدیدی که تاریخو داره به اصطلاح اون چیزی که ما شروع کردیم داره به پیش میبره و دنبال آینده‌ایه که یه آینده روشن و که بدون ستم و استثمار، بدون تبعیض جنسیتی باشه. شما چند وقت زندان بودید؟ من حدود 2 سال و 8 ماه زندان بودم. به چه جرمی دستگیر شدید؟ من به همسرم هوادار سازمان رزمندگان آزادی در رای طبقه کارگر بودیم. با هم دستگیر شدید؟ بله، همزمان با هم دستگیر شدیم. بعد وقتی زندان رفتیدن با هم در یک زندان بودید یا جدات میکنید؟ با هم در یک زندان بودیم، بله. اول ما رو بردن به اصطلاح توی کرج، ما دستگیر شدیم، بردن بازداشتگاه های کرج. بعدم برای 10 روز رفتیم کمیته مشترک یا همون کمیته 3000 که معروفه، تا 10 روز ما اونجا بودیم برای اینکه زیر بازجویی بودیم و بعد از اون دوباره ما رو منتقل کردن زندان گوهردشت که من تا زمانی که زایمان کردم زندان نگفتنم اونه که من 2 ماه و نیم حامله بودم که دستگیر شدم. بعد از اینکه زایمان کردم ما رو هر دو تا با هم منتقل کردن به شهرستان، زندان شهرستان. بعد از اون منو به شهرستان خودم منتقل کردن و همسر من توی شهر خودش بود. چرا اینقدر شما رو جابجا میکردن توی مدت؟ برای اینکه ما جز زندانیایی بودیم، یعنی جز افراد سیاسی بودیم که از شهرهای خودمون به خاطر اینکه شناخته شده بودیم و شهرها محیط کوچیکی بودن، مجبور شدیم که اونجا از اونجا نقل مکان بکنیم، برای اینکه در معرض خطر دستگیری بودیم. اومده بودیم تهران چون خب تهران شهر بزرگی و امکان دستگیری اینا مخصوصا برای بچهای شهرستانی کمتر بود و تهران هم به خاطر اینکه هم وضعیت کرایه و کلا خیلی شرایط سخت بود برای ماها که شهرستانی بودیم، امرار معاش آنچنانی هم نداشتیم و میخواستیم زمنان فعالیت سیاسی بکنیم، ترجیح دادیم که کرج زندگی بکنیم. در هیچ وقتی ماها رو کرج دستگیر کردن، بعد از بازجویی های لازم، بعد از اینکه سعی کردن به اصطلاح اگر بتونن، چون ما رو به صورت تور گرفتن، بعد از بازجویی های اون دوره و تماس گرفتن با شهرستان های خودمون، لازم دیدن چون ما یک دوره فعالیت سیاسی هم تو شهرستان های خودمون داشتیم، ما رو منتقل کردن تو شهر خودمون که اونجا هم باز بازجویی های اون دوره رو انجام بدیم به اصطلاح. آره. شما اشاره کردید که 2 ماه باردار بودید وقتی دستگیر شدید، آیا در اون شرایط بارداری شکنجه هم می شدید خانم روشن؟ بله، شکنجه که به قول خودشون وقتی که وارد زندان میشن میگن که پذیرایی میکنیم از زندانی ها. این شکنجه جزء یکی از اصول اساسیشونه که مخصوصا برای زنا که خیلی به نظر من فرق میکنه. خب شکنجه همه شکنجه میشن، هیچ براشون مهم نیست که باردار باشی، مریض باشی یا هر دلیل قانع کننده ای، اصلا هیچ دلیلی نمیخواد برای این، برای اینکه اینا هدفشون از شکنجه کردن یکی
گرفتن اطلاعات، تخلیه اطلاعاتی. در وهله اول تخلیه اطلاعاتی، در وهله دوم اینه که زندانی رو بشکنن، زندانی رو، شخصیت زندانی رو در هم بشکنن، زندانی رو توی خلأ نگه دارن، زندانی رو از اعتقاداتش خالی بکنن، توی یک چیز باوراش رو ببرن زیر سوال، باورای زندانی رو میبرن زیر سوال با شکنجه‌های جسمی و روحی، که جسمی خیلی در وهله اول جسمی رو میکنن، شکنجه جسمی میکنن برای اینکه تخلیه اطلاعات بکنن. بعد از اون این شکنجه ادامه داره و تبدیل میشه هم روحی هم جسمی، برای اینکه توی فشار روانی شدید قرار بدن که هم اعتماد به نفس تو از دست بدی و همین که وضعیت روحیت به هم بریزه و این باورات رو ببرن زیر سوال، که تو فکر کنی شرم بکنی از گذشته خودت، که فکر کنی چرا رفتی تو این جریان، چرا رفتی سیاسی شدی و چرا، آره اینا همه هیچ آینده‌ای برات نداره، اینه نتیجهش، اینه تحقیر میشی، شکنجه میشی، آسیب میبینی، همه چیز رو از دست میدی و هدفشون اینه در اساس. ولی خیلی حقیقتش حرفای شما رو میشنوم، البته شما رو هم باور میکنم، ولی خب خیلی سخته درک این مسئله که یک زن باردار رو زندان ببری در وهله اول و بعد شکنجه بکنه. مگه اینا خودشون نمیگفتن بهش زیر پای مادرم؟ شما که میتونید زنای حامله رو حتی اعدام کردن، حتی ما زیاد داشتیم، کم نبودی که زنای حامله رو گذاشتن جنینشون متولد بشه بعد بودن اعدام کردن، حتی مواردی هم بودی که زن حامله با جنینی که در شکم داشته اعدام شده. حالا من یک گوشی خیلی ناچیز، یعنی خیلی کوچیکی هستم، ولی در مقابل بقیه، دوست خود من باردار بود، گذاشتن زایمان کرد، بچه‌شون منتقل کردن بیرون، دادن به خانواده و اعدامش کردن. یعنی این جمهوری اسلامی جنایاتش، یعنی دیگه از جنایات قرون وسطایی. من توی هیچ رژیمی تو دوران تاریخی ایران و حتی جهان ندیدم به این صورت، ندیدم که، یعنی نخوندم و نشنیدم که به این صورت اینقدر فشار روی زندانی های سیاسی وارد بشه. زندانی زنی که بارداره با جنین در شکم اعدام شده. این بخاطر این، من وقتی میگم حامله بودم و شکنجه شدم، خیلی برام چیز نیست، میبینن چون مثل من خیلی بوده، حتی این که زن گذاشتن زایمان کرده اعدامش کردن، هنوز زن بلخت سینش هنوز تو مراحل شیرو به جوش اومدن بوده که میخواست بچهشو شیر بده. تو حساب تو اون دوره‌ای که یک زن مادر میشه چه حسی داره؟ تو اون حس جمهوری اسلامی از اون میگیره و بچهشو رها میکنه و میره اعدام میشه. برای چی؟ ببین باوراش چقدر براش مهمه، چقدر بهش اعتقاد داره که کرنش نمیکنه و میشه از همه چیز گذشت میکنه، میره اعدام میشه. این واقعا قابل احترامه و باید گفته بشه برای نسل جدید ما، باید گفته بشه برای جوانا که اون نسل، اون جوانان اون نسل چه قهرمانی هایی کردن، چه از خود گذشته هایی کردن، از فداکاری هایی از خود نشون دادن. بخشی من خیلی احساساتی شدم، یعنی واقعا وقتی تو اون دوران قرار میگیرم یادم میاد از دوستانم که اعدام شدن یا از اون شرایطی که بجز خودم کسایی رو میدیدم که از شکنجه بر میگردن، از اتاق شکنجه بر میگردن، پاها باز شده، خونالود و کشون که بارا من به خود من میگفتن را بیا دیگه گاف داریم میبریم. ببخشید همینطور منو باید، چون زنم بودین و زن نباید تماس به اصطلاح فیزیکی داشته باشه با مرد، آره همیشه به ما یه پاشه یا یه دونه، حتی شده بود یه دمپایی، هرچی یه تکی چوب میدادن که ما یه سر چوب رو میگرفتیم، اونا هم یه سر چوب میگرفتن و ما رو میکشوندن میبادن برمیگردنن به سلول آمد. خب این تناقض شما که زندانی بودین اونجا چجور بر خودتون حل فصل میکردین که یک نفر حتی حاضر نیست به یک زن غریبه دست بزنه چون گناه داره، ولی شکنجه میکنه چون شکنجه باید دست بزنه، نمیتونه که فاضی چیزی بینتون باشه؟ درسته،
ببینید اصلا جمهوری اسلامی کلا دیدگاه اسلام بسن به عنوان یک ابزار نگاه میکنه، ابزاری که فقط باید وسیله تولید بچه باشه، ماشین جوجه کشی باشه، وسیله تولید بچه باشه و فقط باید خاندار باشه، مطیع شوهر باشه، خونه رو اداره بکنه و بچه ها رو بزرگ کنه. و وقتی میبینه و به عنوان جنس دوم به زن نگاه میکنه، وقتی میبینه این زنا از اون مرحله پاشون از گلیم خودشون به قول خودشون جلوتر میذارن و میان وارد عرصه‌های اجتماعی میشن و وارد سیاست میشن که به قول خودشون خط قرمزه، و زنی که وارد سیاست میشه برای اونا خیلی مهمه که این به اصطلاح عصیان کردن برایشون خیلی مهمه. اینه که با زنان تو شکنجه هاشون توی برخوردهایی که باهاش میکنن خب خیلی شدیدتر از مرد هاست. شکنجه تو زندان بوده، آره خیلی شکنجه ها که به زنان شده و به مرد شده همسان بوده، ولی شکنجه هایی که زنان شده به خاطر زن بودنشون مضاعف بوده. یعنی زن بودن شما در شدت شکنجه نقش زیادی داشت. دقیقاً مضاعف بوده. اولا اینکه تو چرا سیاسی شدی؟ زن که باید خونه دار باشه، بچه دار باشه، چرا اومدی سیاسی شدی؟ این یک جرمه. و فوش و تحقیر و به اصطلاح تمسخر و اینا نسبت میشه بدون این بجز شکنجه های جسمی. اون شکنجه های جسمی بی جای خود. و دوم اینکه خشونت جنسیتی به عنوان زن بودن توی شکنجه هاشون همیشه بوده. حالا من برای توضیح میدم خشونت های جنسیتی یعنی چی. وقتی یه زندانی زن شکنجه میشد، مثلا شلاق میخورد و عناوین مختلف، سعی داشتن با تماس دست بزنن به اندام های بدن دست بزنن، چون با این وسیله میخواستن تو رو تحقیر بکنن، رو تو می نشستن. من خودم یا خیلی از رفقای دیگه‌ام که شکنجه می شدن و شلاق مثلا می خوردن، می نشستن روی کمرشون که این نتونه تکون بخوره که بتونه شلاق رو تحمل بکنه. یا مثلا تو بازجویی ها به عناوین مختلف سعی می کردن دست بدن اندامای بدن تو بزنن، دست با این کار تو رو تحقیر بکنن. یا حتی مواردی پیش اومده که من ندیدم ولی شنیدم که طرف بردن برای بازجویی، ببخشید بازجو زیپ شلوار خودشو باز میکنه. این یعنی چی؟ با مردا این کار نمیکن. این یعنی چی؟ این یعنی خشونت جنسیتی، تحقیر جنسیتی به خاطر که تو زنی و تو وارد سیاست شدی، با این مسائل باید روبرو بشی. و این یک مورد دیگه من بارها شاهدش بودم تو زندان. همه زنا پریود می شدن دیگه، پریود شدن انگار یه جرم بود برای تو. و وقتی که مثلا بچه ها نوار بیداشتی می خواستن از زندان بانای مرد، با یک حالت تحقیر به تو نگاه می کردن که انگار مثلا که تو از خودت شرمت بیاد، که تو شرمت بیاد که زنی و این نوار بیداشتی رو میخوای. در صورتی که پریود شدن یه عمل کرده طبیعت زنه، جز ارگانیسم زنه که به اصطلاح پریود میشه، یکی از واکنش های به اصطلاح ارگانیسم بدنی بدن زنه. ولی اونا با این مسئله یک برخورد به اصطلاح خشونت آمیز روانی میکردن با زنا، به صورت که اگر خیلی نمیتونستی برای خودت حلاجیش بکنی واقعا شرمت میومد که چرا زن شدی که این تقاضا رو از اینا بکنی. یعنی در واقع میخواستن به طور کامل خورد کنن این زنا رو. دقیقا میخواستن تو رو خورد بکنن، زندانی رو خورد بکنن، که اینو خورد کردن از شخصیت زندانی رو تو مردها هم بود ولی تو زنها باز مضاعف بود. برای اینکه تو زنی و تو های خود تو از گلیم تو بالاتر گذاشتی، برای اینکه تو از وضعیتی از اون دیدگاهی که جمهوری اسلامی داره که مثل جامعه مرد سالار در اصل داره که زن باید مطیع شوهر باشه و خونه دار باشه و فقط نقش باز تولید انسان داشته باشه، فقط نقش بچه آوردن داشته باشه، این
اومده بیرون از این چارچوب و دخالت کرده تو اصطلاح چیزهای سیاسی و اجتماعی، و این براشون خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. همیشه تغییرات به اصطلاح تحقیر جنسیتی تو زندان خیلی زیاد بودن. خانم روشن، میخوام برگردیم به زمانی که شما زایمان کردید و نوزادتون رو اونجا دنیا آورید. آیا هیچ وقت تقاضای مرخصی کردید برای زایمان؟ ما حقیقتا تا زمانی که من به اصطلاح زایمان کردم اصلا حتی ملاقات هم نداشتیم، چه برسه که بخوام تقاضای مرخصی بکنم. اصلا اجازه ملاقات نمیدادن به شما؟ ما اصلا ملاقات نداشتیم. ما تا 7 ماه، من 2 ماه و نیم حامله بودم، تو 7 ماه و نیم زمانی که من زایمان کردم اصلا نه تنها ملاقات نداشتم، حتی هیچ خبری از خانوادم نداشتم. اینم باز یکی از شگردهای زندانهای جمهوری اسلامی بود که زندانی رو تو بیخبری مطلق نگه میداشتن، بیخبری مطلق که تو رو یک فشار سریع وارد کنن بهت که خب حالا من زندانم، خانوادم چه خبر و چرا به من سر نمیزنن، چرا یه زنگی نمیزنن، چرا یه وسیله برا من نمیارن. در صورتی که خانواده مرتب میومدن در زندان، مرتب از شهرستان میومدن در زندان گوهردش، ولی اجازه ملاقاتشون نمیدادن. حتی نمیگفتن که اینجا هست، میگفتن نمیدونیم، میدونیم زندانه ولی نمیدونیم کجا هستن. اجازه به ما حتی اینم نمیگفتن، نمیگفتن خانوادت به زندان مراجعه کردن، میگفتن خانوادت ما نمیدونیم کجا هستن. اگر میخواستن شما رو که به اصطلاح اطلاع کسب کنن که میومدن اطلاع میگرفتن. این بیخبری مطلق نگرت میداشتن که یه فشار عصبی دیگه بهت وارد بشه که خانوادم چه بلایی سرشون اومد، بعد از ما چی شدن، بعد از ما آیا فشاری به اونا آوردن، آیا درگیر شدن با اونا، آیا کسی دیگه از اعضای ما رفت زندان، درگیر مسائل دیگه شدن. این یک فشار دیگه بود به اصطلاح در زندانی. ولی من تا 7 ماه و نیم تقریبا بعد از اینکه زایمان کردم، اولین ملاقاتم توی بیمارستان کرج بود، برای اینکه بازم مادر همسرم اومده بود ملاقات با یه عالم لباس و نوزاد و وسیله و اینا که یکی دو بار اومده بود باز ملاقات پیش نداده بودن. از قضا همون زمانی که من به اصطلاح تو بیمارستان بودم و زایمان کردم، باز اومده بود در زندان که اون موقع دیگه ناچارن بهش ملاقات دادن توی زندان، برای این که میخواستن بچه رو منتقل کنم بیرون، چون به من هی فشار میوردن که بچه نباید تو زندان نگه داری، امکان نگه داشتن تو زندان وجود نداره و باید بچه رو منتقل کنی بیرون. به خاطر این اولین ملاقاتی که من داشتم بعد از زایمانم بود، اونم توی بیمارستان با مادر همسرم. خب بچه رو منتقل کردید بیرون؟ بله، من توی بیمارستان سزارین شدم، برای اینکه بازم من به اصطلاح دوران نرمالی که نگذروندن دوران بارداری رو و فعالیت همونطوری که نداشتم و فشارم از حد معمول خیلی پایین تر بود، فشار خونم، در نتیجه دکتر تصمیم گرفت که حتما باید سزارین بشی به خاطر به اصطلاح بچه در خطر بود، جون بچه. من سزارین شدم، بعد از سزارین فکر میکنم روز دوم بود آره که مادر همسرم اومد، روز سوم بچه رو بشه دادم که بچه رو باز بیرون داد دیگه. من دوباره بعد از یک هفته، البته اونجا هم ناگفته نمونه که کارکنان پرسنل بیمارستان فوق العاده کمک کردن به من، چون میدونستن من زندانی سیاسی هستم، معمولا یک زاو رو کلاپس رو بیشتر توی بیمارستان نگه نمیداشتن، مثلا زاو که سزارین میشد میگفتن باید بری خونه استراحت. من یک هفته نگه داشتن، یعنی روز 8 منو مرخص کردن و فوق العاده کمک کردن. تمام پرسنل از دکتر گرفته تا پرستارا مرتب به من داروهای تقویت کننده میدادن، رسیدگی میکردن، منم بردن قدم میزدن برای اینکه به اصطلاح چیزم به اصطلاح بخیه ها جوش بخورم و خیلی کمک میکردن، خیلی خیلی. یعنی من بازم اینو میخوام بگم که جامعه چجوری به زندانی سیاسی نگاه میکرد خیلی برام مهم بود، چه احترامی با وجودی که میدونستن زندانی سیاسی هستن و با وجودی که میدونستن اگر این کارا رو بکنن در ممکنه به اصطلاح مورد بازجویی و حتی خطر قرار بگیرن. که ما اینکه من چون یک هفته یک بیمارستان بودم، مرتب به طور مداوم یک خانم پاسدار جفت تخت من نشسته بود، یعنی مراقب 24 ساعته داشتشون، دقیقا مراقب بود و
و پاسدارای مرد این محبتی زندان بودن، چون اجازه نداشتن تو بخشی که زنان بودن بیان تو. توی محبتی زندان همیشه 5-6 پاسدار داشت و یک پاسدار زن به صورت شبانه روزی مراقب من بود، که حتی دستشویی که منو می بردن این مراقب بود که دستشویی میرن بر می کردن یا نه. خب بعد از زایمان و بعد از این دوره که توضیح دادید نقاحتی که بله بله توی بیمارستان بودید، دوباره برگشت زندان؟ بله دوباره من رو برگردوندن زندان گوهردشت، بعد از اون دیگه ما رو منتقل کردن شهرستان. پس شما بچه‌تون رو تا 2 سال ندیدید، درست میگم؟ بچه مو بله تا 2 سال ندیدم، تقریبا 1 سال. البته بچه رو مادر همسرم نگه داشت، ولی هر چند ماه یک بار میورد من ملاقات میکردم، که اصلا بچه من رو نمیشناخت، بچه نمیشناخت، گریزاری میکرد. منم تو بند با زندانی های دیگه بودم، البته زندانی ها خب خیلی سعی میکردن کمک بکنن، بچه رو نگه میداشتن، خوش بازی میکردن که حداقل شده من 1 ساعت همین بچه رو نگه دارم، که مثلا الاخره مادر بودن، دوست داشتم بچه‌ام در کنارم باشه اینا. ولی متاسفانه اینقدر گریه میکرد و اذیت میکرد که مجبور میشدیم زنگ میزدیم میومدن بچه رو میبردن، ولی اینکه اصلا هر 3-4 ماه یک بار بچه رو میبرد، زن بچه من رو نمیشناخت که بخواد حسی به من داشته باشه. وقت شما در چه سالی آزاد شدید خانم روشن؟ من 65 آزاد شدم. آیا با همسرتون همزمان آزاد شدین؟ نه، همسر من بعد از کشتار 67 آزاد شد، یعنی اواخر 67 بعد از اون عفو عمومی آزاد شد. پس شما 2 سال بعد از آزادیتون به ملاقات همسرتون می رفتین که در زندان بود دوباره می رفتین اصلا ملاقات؟ بله بله، من بعد از که از زندان آزاد شدم باز یه مرحله جدیدی از زندگیم شروع شد، یعنی که من باید بچه من مراقبت می کردم، همین که باید با بچه احساس نزدیکی می کردم که بچه منو به عنوان یک مادر بپذیره، چون تا اون موقع مادری ندیده بود، به عمش می گفت مامان، به مادر بزرگش می گفت مامان، و من باید این رابطه رو با بچه‌م ایجاد میکردم یواش یواش. و یک چیز بود، دومی که اصلا من مرتب در زندان بودم، برای اینکه همسرم حکم اعدام داشت و من مرتب یا باید مشور عالی قضایی میرفتم تهران یا شهرستان، در زندان شهرستان بودم، مرتب یا نامه نگاری یا برو شور عالی قضایی هر ماه یک بار که این حکم اعدامش به اصطلاح تخفیف پیدا بکنه. با هر دری میزدیم من و به اصطلاح خانواده خودم که این حکم اعدام حداقل بشه عوض بشه، که این به اصطلاح جون سالم بدار برای که پدرم خیلی تلاش کرد و خوشبختانه به اصطلاح تونستیم اون حکم اعدام رو تخفیف بدیم. با این وردستن و اون وردستن آدم پیدا کردن و تلاش فراوان دیگه که عوض شد، که عوضم بعد از این که کشتاری که از زندانی های سیاسی کردن سال 67، بعد از اون دیگه یه عفو عمومی دادن که ما بقیه زندانی هایی که تو زندان بودن آزاد شدن، که همسر من یکی از اونها بود. خانم روشن، شما اشاره کردید به پرستارانی که در بیمارستان بودن و با وجودی که می‌دونستن شما زندانی سیاسی هستید به شما کمک می‌کردن. بعد از آزادی از زندان خیلی دوست دارم بدونم که برخورد جامعه از نظر شغلی و هم زندگی روزمره، همسایه‌هاتون، نمی‌دونم دوستانتون چجوری با شما برخورد می‌کردن وقتی از زندان آزاد شدید؟ من حالا تا اونجایی که یادم میاد همیشه جامعه به زندانی سیاسی یک جور به صدا با احترام رفتار میکردن. هم زندانی سیاسی قابل احترام بود برای مردم، برام جامعه ما قابل. من خودم وقتی آزاد شدم نمیدونی چقدر خونه مشروب شد، تمام از شهرستان ها، از تهران، از تمام دوست آشنا فامیل، همه دوستای قدیمی، تا یک هفته تمام خونه ما همیشه پر از آدم بود و احترام فوق‌العاده‌ای به من می‌ذاشتن. برای اینکه زندانی سیاسی چه دوران زمانش و چه جمهوری اسلامی همیشه به نظر من قابل احترام بوده برای جامعه. من هیچ بی‌احترامی از جامعه و هیچ به اصطلاح
از ایگنور کردنی از جامعه ندیدم، همیشه سعی داشتن که کمک بکنن من وارد دوباره وارد اجتماع بشم، دوباره بتونم کارهای قبلی خودم رو ادامه بدم. کارهای قبلی یعنی مثلا فعالیت‌های اجتماعی خودم رو انجام بدم، نه که سیاسی. اینا در هر زمینه‌ای که از دستشون کمکی برمی‌اومد سعی در کمک داشتن می‌کردم. و لحاظ شغلی خب خودت میدونید بیشتر شغلای اساسی و مثل اهرم‌های اقتصادی جامعه خب دست دولت بود. ما متاسفانه حق انتخاب نداشتیم، ما نمیتونستیم شغلای دولتی رو بگیریم، برای اینکه اون به اصطلاح سابقه زندان رفتن رو داشتیم، سابقه سیاسی بودن رو داشتیم. این بود که نه تنها خودمون در معرض خطر بودیم و هیچ وقت نتونستیم یک شغل به اصطلاح دولتی یا اساسی پیدا بکنیم، خانواده هامون هم همیشه تحت فشار بودن، همیشه اون مصاحبه هایی که قبل از به اصطلاح گرفتن شغل داشتن همیشه ازشون بازخواست میکردن که تو خانواده شما زندانی سیاسی بوده. و خیلی موردات پیش میاد که خانواده من و خانواده همسرم جوانای فامیل شغلای خوب از دست دادن به خاطر اینکه تو خانواده‌شون یک زندانی سیاسی بوده. من سعی کردم بعد از اون، خب نتونستم شغل پیدا کنم، سعی کردم درس بخونم، دوباره وارد دانشگاه بشم که اونم نمیتونستم. دانشگاه‌های دولتی اون هم باز یک سابقه میخواستن، از یه مصاحبه میخواستن، یه سابقه میخواستن که باز ما محروم بودیم از اون به اصطلاح دانشگاه رفتنم. دانشگاه آزاد بود که دانشگاه آزاد هم که ما اونقدر گرون بود که ما اصلا وضعیت مالیمون آنچنان نبود که بتونیم شرکت کنیم تو دانشگاه آزاد. تو اون شرایط من یادمه تازه دانشگاه آزاد باشده بود و واقعا هزینه خیلی هنگفتی داشت. بله، هر کسی نمیتونست وارد بشه. دقیقا همینطوری بود که ما هم به خاطر همون اصلا فکر دانشگاه آزاد هم نمی کردیم. بیشتر سعیمون این بود که دانشگاه سراسری بریم به اصطلاح همون دولتی که متاسفانه ما از این چیزا محروم بودیم به خاطر همون سابقه زندانی که داشتیم. چه سالی از ایران خارج شدی شما خانم روشن؟ من سال 78 از ایران با خانوادم خارج شدم. تقریبا 2 سال ما ترکیه بودیم، بعد از اون اومدیم کانادا. 2001 اومدیم کانادا. به عنوان کلام آخر خانم روشن، صحبتی برای هموطنانی که احتمالاً از ایران این مصاحبه رو میشنون و درگیر هستن با این مسائل، صحبتی دارین؟ پیامم اینه که از همون بحث تو وجود اومدن ما با این مسائل روبرو بودیم، ما قربانیان اون دوره هستیم و الان جامعه هنوز همونو داره تجربه میکنه با شدت عمل بیشتر. و من میگم فقط مردم باید مقاومت کنن، مردم باید از خودشون دفاع بکنن، مردم نباید مظلوم واقع بشن، نباید اجازه بدن تو وسیله فشارا. درسته میدونم خیلی سخته، ولی به هر وسیله ممکن باید مقاومت کنن و دفاع بکنن از خودشون. دفاع کردن حق مسلم مردمه. من میخوام بگم که به اصطلاح این اصلاح طلبانی که الان نقش اپوزیسیون رو به خودشون گرفتن و ظاهرن به اصطلاح ضد جناح احمدی نژاد و خامنه ای هستن، اینا اتفاقا تو دوره ما تو دهه 60 اینا تو قدرت بودن و اون شکنجه ها، اون زندانی ها و اون اعدام های سراسری که از دهه 60 که روزانه ما شاهدش بودیم، روزی 200 نفر تا 50 نفر تو روزانه ها اعدام میکردن اسامی اعدام شدگان رو، اینها تو سر قدرت بودن. این دو به اصطلاح جناح سبز که الان نقش اپوزیسیون به خودش گرفته، اینا اون دوران کشتار 67 رو انداختن و الانم حاضر نیستن بپذیرن که اینا نقش داشتن تو اون دوره. دانشجوها وقتی موسوی میرفت تو دانشگاه، تو یکی از دانشگاه کشور، دانشجوها ازش سوال کردن نظر در رابطه با کشتار 67 چی؟ تفره رفت، نمیخواد جواب بده، ولی بعدش دوباره مجبور شد که من بگید من نقشی نداشتم. تو رئیس اون دولت بودی نقشی نداشتی؟ من میخوام اینو بگم که دو تا جناح رژیم، تو جنایات، تو سرکوب مردم، تو شکنجه و تو اعدام ها نقش داشتن و هیچ فرقی نداره. الان دعواشون سر قدرته، هیچ فرقی برای مردم نداره، هیچ
کدامشون حرف مردم رو نمیزنن و اتفاقا اینا دارن سعی میکنن مبارزات مردم رو به انحراف بکشونن. اپوزیسیون سبز، رهبران سبز سعی بر به انحراف کشوندن مبارزات مردم دارن، برای اینکه همش میگن شعارشون اینه که ساختار شکنی نکنید. ساختار شکنی یعنی چی؟ شعار ساختار شکنی ندید یعنی چی؟ یعنی که کل نظام رو زیر سوال نبرید، یعنی اینکه فقط این جناح جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی باید پابرجا بمونه، فقط یک جناح بره یک جناح دیگه. پس دعوا سر قدرته، دعوا سر منافع مردم نیست. این یکی این که الان توی جامعه تو جوانا، من الان با دسته داری جوانایی که تازه از ایران اومدن درس میکردن میگفتن اینا این مسئله رو دارن تو جوانا نهادینه میکنن که انقلاب نه، انقلاب یعنی خشونت. ما باید با رفرم‌های تدریجی به خواسته هامون برسیم. آیا جمهوری اسلامی رفرم به کسی میده؟ آیا قابل رفرم دادن هست؟ آیا قابلیت اینو داره جمهوری اسلامی که اجازه یک تحسن به یک تحسن برای خواسته های سنفی به مردم نمیده، اجازه یک حرکت سکوت که فقط سکوت اختیار میکنن مردم تو خیابون را میرن، فقط سکوت اختیار میکنن، هیچ چیزی هم ندارن، حتی شعارم نمیدن، این اجازه رو بهشون نمیده؟ این قابلیت داره که رفرم بکنه؟ اینو تو جوانا دارن نهادینه میکنن که انقلاب یعنی خشونت. خشونت چی به وجود میاره؟ مردم که اگرم میخوان خواسته هاشونه میخوان و میان تو خیابون، فقط یه مشت گرگرد دارن و یه شعار، دست به هیچی ندارن. این خشونت رو اول از طرف دولت اعمال میشه، با تون زدناشون، با تیراندازی هوایی کردنها و با گاز اشکاور و بعد هم تیراندازی زمینی به مردم. مردم ناچار میشن از خودشون دفاع بکنن. جناح سبز، اصلاح طلبا، وجه اصولگرایان هیچ فرقی نمی کنه. اینا تو دستشون به خون جوانای مردم آشتر و هر دو تا جناح تو جنایات، تو ادامه ها، تو شکنجه ها و توی بدبختی مردم سهیم هستن. هیچ فرقی نمی کنه و کل نظام باید به زیر سوال و سر نکن میشه. خیلی ممنون از وقتتون خانم روشن. اگر که مجبورتون کردم خاطرات بد رو بازگو بکنید، ازتون واقعا معذرت میخوام، ولی به قول خود شما گفتن این صحبت ها و این خاطرات لازم هست و همونطور که خودتون گفتید وظیفه هست و ما هم وظیفه داریم که انعکاس بدیم اینها رو. دقیقاً همینطوره. من واقعا خیلی ممنونم از شما که این وقت به من دادی که منم به عنوان گوشی ناچیزی از این چیزی که بر من گذاشته و جنایات رژیم جمهوری اسلامی بتونم افشا بکنم. گوشی خیلی ناچیزی که خودت میدونی هزاران هزار زندانی سیاسی هست که شکنجه های به مراتب بیشتر از این به وارد شده و من خیلی واقعا خوشحالم که این وقت من داده شده که در حد توان خودم این بازگو بشه و بازگو کردن درست زندانی سیاسی این تحت فشار روحی اسدی قرار میگیره، ولی واقعا لازمه و باید گفته بشه، تحت هر شرایطی باید گفته بشه، این منتقل بشه به نسل جدید و به این که جمهوری اسلامی هنوز که هنوز این جنایات داره ادامه میده و باید فاصله بین نسل ما و نسل جدید پر بشه با انتقال این تجربیات، با انتقال این لخم و فشار و مصیبت هایی که به ماها اومده، با انتقالش به نسل جدید این تاریخمون حفظ بشه، حافظه تاریخمون از بین نره. ممنونم از شما. خواهش میکنم. شنوندگان گرامی، دومین قسمت از ویژه برنامه‌های رادیوی ایراوا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 رو با خانم مونا روشن شنیدید. هفته آینده در خدمت خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر و زنان و از زندانیان سیاسی سابق خواهیم بود. زندانی اوج فریاد، زندانی هر دم دریاد، ای که شور و رزم آهنینت، مردان آوای آخرینت، زندانی اوج فریاد، زندانی هر دم دریاد. Thank you.
زنجیری خون این پیکار تو، فردا از آن تو، وارث خون تو بیدار از جان زباکی روی تو میبارد بر خاک روح تو. زندانی اوج فریاد، زندانی هر دم دریا، زندانی اوج فریاد، زندانی هر دم دریا. دریا